نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه دهم ذی القعده سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی با اشاره به اینکه قول، فعل و تقریر معصوم علیه السلام حجت است فرمودند، فعل امام حتی اگر یک بار هم صورت بگیرد حجت است، مگر آنکه آن فعل در امور عادی صورت گرفته باشد، مثل آنکه گفته شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به چه نحوی راه می‌رفتند و یا چگونه غذا می‌خوردند که در این گونه مسائل و امور عادی حجیت ندارد. معظم الله در ادامه فرمودند، اما در غیر از این موارد و امور عادی فعل معصوم علیه السلام همانند قول و تقریر معصوم حجت است. ایشان در رابطه با تفاوت مفهوم سیره و فعل معصوم علیه السلام فرمودند، معصوم علیه السلام اگر فعلی را انجام داد حجت است، اما سیره عمل غیر معصومین است و زمانی حجیت پیدا می کند که همه افراد متدین آن را انجام دهند، اما اگر معصوم علیه السلام حتی اگر یک بار عملی را انجام داد حجت است. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. میدونم کی داره نقل میکنه فعل امام معصوم و یه آدم میدونم این کی فرستاده بوده غیر از که مأمون فرستاده بود؟ این کارمند مأمون بوده، این آدم عادل که نی، قولش که حجت نیست. فقط بنابر مشهور در لا اقتضائیات یعنی در مستحبات و مکروهات حجت قولش از باب من بلغه. لهذا مستحبه، لهذا میگه مستحب اما واجب نی، یعنی تمام دست رو بذاره رو کل پا و بکشه در مستحب، این مستحبه نه واجب. بله یه روایت دیگه چی؟ چرا؟ اما اون معروفه اونیه که حدیث قدسیه از خدای عز و جل نقل شده، نه مثل روایات دیگه است، مثل زیارت های دیگه. تنها زیارت عاشورا است که حدیث قدسیه، حضرت باقر از خدای عز و جل نقل کرده. چرا چرا چرا؟ نه نه از پیغمبر رسیده، اما اصلش از خدای عزوجل.